سلام، پلاگین لایت اسپید کش برای چه کاری استفاده میشه و چرا باید رو وردپرس نصبش بکنیم؟ تو این ویدیو میخوام کامل در مورد لایت اسپید کش صحبت بکنم، اونو مقایسه کنم با پلاگین های دیگه که تو وردپرس وجود داره، پلاگین های مثل WP راکت یا WP سوپر کش و مثلا پلاگین W3 توتال کش که کمتر استفاده میشه تو سایت های ایرانی. سلام، من رضا راد هستم، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوام در رابطه با پلاگین لایت اسپید کش صحبت بکنم، پلاگینی که رو وردپرس نصبش میکنیم تا سرعت سایتمون رو افزایش بده. ولی میخوام تکنیکال تر در مورد این قضیه صحبت بکنم و بهتون بگم که رو هر سایتی این پلاگین نباید نصب بشه. چرا؟ تو این ویدیو کامل بهتون توضیح میدم. ببینید، ساختار هر وبسایت متفاوته و مثل این میمونه که بگیم تو هر ماشینی ما باید بنزین بریزیم. اشتباهه. شاید یه ماشین برقی باشه، بنزین رو میخوای بریزیم مثلا کجا؟ پس اشتباهه که ما بخوایم یه پلاگین خاص یا یک چیز خاص رو در نظر بگیریم برای همه سیستم رو بخوایم از اون استفاده کنیم، برای همه ساختارها بخوایم از اون پلاگین استفاده کنیم، کاملا اشتباهه. پس باید بیام اول ساختار وبسایتمون رو بررسی کنیم، ببینیم وب سرورمون چیه، هاستمون یا هوستمون از چه وب سروری استفاده میکنه، بعد تصمیم بگیریم از چه پلاگینی برای اون استفاده بکنیم. موضوعی که الان اینجا داریم بحث افزایش سرعت سایت، پس باید اول وب سرورمون رو بررسی بکنیم. وب سرور ما چیه؟ تصمیم بگیریم طبق اون وب سرور پلاگین مورد نیازمون رو انتخاب بکنیم. برای اینکه دقیق‌تر متوجه بشیم منظور من از وب سرور چیه، بیاین رو سیستم بهتون توضیح میدم که وب سرور چیه و رو هر وب سروری چه پلاگینی رو باید نصب بکنیم. بسیار خوب، ببینید الان من اینجا یه وبسایت دارم. این وبسایت روی لوکال هاسته، ولی فرقی نمیکنه چه رو لوکال هاست چه رو هاست اصلی، در هر صورت وبسایت ما یک وب سرور داره، یک سیستمیه که این سایت روش پیاده شده. حالا ما کاری نداریم به اینکه این وب سرور چطور پیکربندی میشه، هر کدومش چه تفاوتایی داره، همه اینا رو تو سایت میهم وردپرس کامل در موردش صحبت کردیم، یه مقاله هست، اگه سرچ کنید وب سرور چیست اون مقاله رو کامل میبینید. اما اینجا ما یوزرنیم پسورد سایتمون رو وارد میکنیم، وارد کنترل پنل مدیریت میشیم، میخوایم ببینیم وب سرور سایتمون چیه، بنا به ساختار سرور سایتمون یا وب سرورمون بیایم یه در واقع پلاگین خوب برای افزایش سرعت یا برای کش وبسایتمون انتخاب بکنیم. کاری که باید انجام بدیم اینه که وارد قسمت ابزارها سلامت سایت بشیم. تو این قسمت ما دو تا تب داریم، تب وضعیت و اطلاعات. تب اطلاعات رو باز میکنیم، اینجا اطلاعات کلی در مورد ساختار سایت و وردپرس و سرور و هر چیزی که فکر بکنید بهتون میده. قسمت سرور رو اگه باز کنیم بهمون وب سرور رو میگه که وب سرور شما الان چیه. اینجا اگر ما لایت اسپید یا اوپن لایت اسپید یا LSAPI رو داشته باشیم، به این معنیه که وب سرور سایت ما لایت اسپیده. لایت اسپید اینم آدرس سایتشه، lightspeedtech.com، که سازنده یه وب سرور خیلی قوی و 99% هاستینگ‌های ایرانی و خارجی از این وب سرور استفاده میکنن. وب سرور کاملا خوبیه، همیشه گفت بدون ایراده، واقعا پرسرعت ترین وب سرور برای وردپرس یا برای هر نوع سایت دیگه ایه. پس وب سرور خوبی اگه لایت اسپید داری، کاری که کافی انجام بدید اینه که پلاگین لایت اسپید کش رو دانلود کنید و رو سایتتون نصب بکنید. این پلاگین کاملا رایگان، هیچ نیازی به پرداخت هزینه نیست. هاستینگ شما بابت لایسنس وب سرور لایت اسپید هزینه میکنه و شما دیگه نیاز نیست هزینه پرداخت بکنید. با نصب این پلاگین میتونید سرعت سایتتون رو فوق العاده افزایش بدید. و اگر سرچ کنید آموزش تنظیمات لایت اسپید توی گوگل، یه مقاله از سایت میهم وردپرس میاد که توی این مقاله به صورت هم متنی هم ویدیویی کامل بهتون توضیح دادم که چطور تنظیمات لایت اسپید کش رو روی سایتتون انجام بدین و کامل میبینید که چطور لایت اسپید کش رو میتونید تنظیم بکنید. اما اگه اینجا وب سرور شما لایت اسپید نیست، یعنی آپاچیه یا مثلا انجینیکس یا هر وب سرور دیگه، کافیه توی گوگل سرچ کنید بهترین افزونه کش وردپرس و اینجا تو سایت میهم وردپرس یه مقاله است، بهترین افزونه کش برای وردپرس کدام است.
اینو میتونید ببینید. اگه با این عبارت پیداش نکردین، بهترین افزونه افزایش سرعت وردپرس رو سرچ کنید، این ویدیو میاد. تو این کامل توضیح دادم بهتون که برای وب سرورهای دیگه غیر از لایت اسپید چه پلاگینی مورد نیاز شماست و کدومو میتونید استفاده کنید برای اینکه سرعت خوبی رو سایتتون داشته باشید. خب حالا که متوجه شدیم وب سرور چیه و چه پلاگینی رو برای هر وب سروری باید نصب کنیم، موقعشه که ببینید پلاگین لایت اسپید کش مناسب شماست یا نه، یا مثلا شاید بهتره باشه از WP سوپر کش استفاده بکنید. پس تصمیمتون رو بگیرید، پلاگینی که میخواین رو انتخاب بکنید. تو ویدیوی بعدی در مورد آموزش تنظیمات لایت اسپید کش صحبت کردم، بهتون کامل توضیح دادم که اگه میخواید از لایت اسپید کش استفاده کنید تنظیماتش باید چطور باشه. فراموش نکنید فقط پلاگین لایت اسپید کش یا انجام تنظیماتش نیست که به شما کمک میکنه سایت بهتری داشته باشید. برای این که بتونید یه سایت عالی داشته باشین، باید سرعت سایتتون بالا باشه و صفحات سایتتون زیر 2-3 ثانیه لود بشه. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، باید تقریبا 10-20 پارامتر رو یا شاید هم بیشتر در نظر بگیریم، همه اینا رو اصلاح بکنیم. تو جی تی متریکس و گوگل اسپید اینسایت که یه ابزار رایگان توسط گوگل داره ارائه میشه، سرعت و رتبه بالایی رو کسب بکنیم. این باعث میشه که ما سرعت سایت بهتری داشته باشیم، تعداد بیشتری از افرادی که میان تو سایتمون تبدیل بشن به خریدار سایتمون و از طرف دیگه تو گوگل بیشتر و بهتر نمایش داده بشیم. همه این چیزایی که بهتون میگم، یعنی این 20 تا پارامتری که بهتون میگم و باید رعایت بشه تا رتبه بهتری داشته باشیم، رو تو دوره جامعه سایت برتر بهتون توضیح دادم. زیر همین ویدیو لینک دوره رو میذارم، میتونید تو دوره شرکت کنید کامل در مورد افزایش سرعت سایت. فقط تو یه فصل از این دوره صحبت کردم، یعنی چند تا فصل دیگه داره که تو هر کدوم از این فصل‌ها در مورد یه موضوع خیلی خیلی مهم برای وبسایت صحبت شده و از صفر سایتمون رو می‌سازیم تو این دوره تا به درآمد رسیدن. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه مفید بود حتما کامنت بذارید و نقطه نظرتون رو بگید، ویدیو چطور بود، میتونه بهتر باشه یا اینکه شاید هم خوبه، نظرتون رو بگید. مرسی.